یه بحثیه که خیلی برای خود من جالبه. من خیلی تو این سالها زیاد فکر کردم و به این که و این بحث رو من تو انگلیسیش هم نشدم کسی انجام بده، مثلا خیلی چه مهمیه. خب این که رشد اقتصادی به طور خلاصه بخوام بگم چجوری بزرگترین ایندیکیتر، بزرگترین نشان دهنده وضعیت روانی یک جامعه، وضعیت خوشحالی، هپینس یک جامعه، مثبت بودن یک جامعه و وضعیت سیاسی جامعه و نگاه مردم به سیاست میشه. یعنی این تو این قسمت میخوام این موضوع رو بگم که به نظر من رشد اقتصادی شاید بزرگترین متریکیه که توی کشور، مخصوصا حالا اینکه رشد اقتصادی دقیقاً چیه متریکم، حالا مثلا جی دی پی پر کپیتا صحبت می‌کنم، ولی این به نوعی مشخص می‌کنه که آدما حالشون خوبه یا حالشون بده، یا به آینده امیدوارن یا ناامیدن، یا جوونا انرژی دارن یا ندارن، و اونا با همدیگه مشخص می‌کنن که آیا سیاست جامعه به سمت چپ میره، به سمت راست میره، بیزنس فرندلی میشه، مثلا دیکتاتوری میشه، دموکراسی میشه، به چه سمتی میره. این یه نگاهی که مثلا خیلی چیز جالبیه خب، و خیلی برای خود من مهمه و دوستم شما هم راجع به این مسئله خیلی فکر کنین، یعنی فقط اینو گوش ندین، اینو بعداً برید با خودتون راه برید و فکر کنین نظر شما چیه و منم بگین. ببین اولا که رشد اقتصادی مثلا میتونیم به عنوان جی دی پی گروث نگاه کنیم به نوعی، ولی خیلی به شکلش به یک مفهوم انسانی تر و مفهوم به قول معروف نچرال تر بهش نگاه کنیم به جای که یک سری عدد حالا اقتصادی باشه. خب به این شکل نگاه کنیم که یک جامعه ثروتمندتر میشه تو مرور زمان یا سر جاش میمونه، خب یا بعض وقتا پایین میره. ثروتمندتر هم بهش به این شکل نگاه کنیم که یک جامعه در مرور زمان داره به سمتی میره که پروداکت و سرویسز، یعنی به قول معروف محصولات و سرویس هایی که بهش نیاز داره رو بیشتر بهش دسترسی پیدا میکنه، خب و در دسترس‌تر همه قرار میگیره و منابع بیشتر میشه. یعنی جامعه ای که فرض کنین جامعه ای که به مرور زمان وقتی میگیم رشد اقتصادی داره به نوعی، حالا خیلی 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 ساده سازی انجام بدین، کلیت جامعه دسترسی به غذای بیشتر داره، خونه بهتر داره، مثلا وسایل حمل و نقل سریعتر و ساده ارزونتر داره، موبایل و لپتاپ و وسایل دیجیتال بهتری داره، به قول معروف آیفونش رو میتونه آپگرید کنه، غذای سالمتر میتونه بخوره، تمام این چیزات به سمت به قول معروف ثروتمندتر شدن داره جامعه حرکت میکنه. و این رو در نهایت صرفا تو این بحث به عنوان یک چیز، یک متریک نگاه کنیم، چون میخوایم ساده سازی کنیم جی دی پی پر کپیتا، یعنی مقدار سر، مقدار درآمد ناخالص ملی به ازای هر یه نفر. خب این عدد بعضی وقتا تو بعضی جامعه داره با سرعت خیلی زیادی میره بالا، تو بعضی جامعه با سرعت معمولی داره میره بالا، بعضی وقتا استگنیت چه سرجاش میمونه، بعضی وقتا میاد پایین. خب صحبتی که میخوایم بکنیم اینه که این عدد چجوری روی روان آدما تاثیر میذاره و ذهنیت آدما، حتی توی روابط فردی آدما، روابط نگاهشون تو روابط خانواده و اینا تاثیر میذاره، و چطور این در نهایت وارد سیاست میشه و چطور این فیدبک لوپ میکنه و این باعث میشه که یک جامعه جامعه خوشبخت بشه، یک جامعه جامعه بدبخت بشه، و صحبت کنیم که چجوری میشه این چرخه رو به قول معروف درستش کرد. خب به طور مثال هم بخوایم صحبت کنیم، الان توی امسال که سال 2024 بخوایم نگاه کنیم، مثلا میتونیم به جامعه اروپا نگاه کنیم، جامعه آمریکا نگاه کنیم، بعد تو جامعه آمریکا به جامعه سیلیکون ولی نگاه کنیم، و بعد به جامعه مثلا ایران نگاه کنیم، چهار تا جامعه که شاید آشنا باشه برای کسایی که این لایو رو نگاه میکنن. جامعه اروپا یه جامعه که رشد خیلی 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 کمی داره، خب یعنی از نظر اقتصادی مخصوصا توی دو دهه گذشته رشد بسیار، تا تو این دهه اخیر رشد بسیار کمی داشته. خب از نظر اقتصادی جامعه آمریکا یک جامعه که رشد نسبتاً خوبی داشته ولی عدد خیلی عجیب غریبی نیستش، یعنی اون عددی که سالهای پیش بوده که مثلا رشدای مثلا دابل دیجیت و اینا داشت دیگه همچون چیزی نیستش، رشدای مثلا بین 3 تا 5 6 درصد اینجا عدد است که حالا اینو اینفلیشن اجاستد ایناش کاری نداریم، عدد نسبتاً معقولی. و جامعه سیلیکون ولی رو میتونیم نگاه کنیم، جامعه سیلیکون ولی جامعه‌ایه که چندین دهه است رشدای خیلی عجیب غریبی داشته، حالا هیچ وقت این جی دی پی سیلیکون ولی یکم فکر نکنم چی متریکی وجود داشته، ولی خب کسایی که اینجا زندگی میکنن میدونن، از بیرون هم بقیه میدونن که خب پای کمپانی‌ها دارن بزرگ و بزرگتر میشن، نمونه خاصش مثلا انویدیا رو داریم صحبت میکنیم، سال قبل مثلا گوگل و فیسبوک، سال قبلش مثلا اپل، و حالا این بزرگ بزرگان تو
اسکیل کوچیک‌تر چون مثلا اوبر، ایر بی ام بی، پینترست، توییتر، هی این کمپانی ها میان و هی آدم های زیادی هی پولدارتر میشن و کلن این منطقه از یه منطقه درجه دو سه که مثلا چندین دهه پیش بوده و خیلی هم جای خاصی نبوده به یکی از پولدارترین مناطق دنیا تبدیل شده و آدم های این منطقه خیلی چیز شده. یک رشد اقتصادی بسیار اکسپلوسیو و به قول معروف انفجاری داشته و در نهایت مثلا ایران رو میتونیم نگاه کنیم. ایران زمان جمهوری اسلامی که یه رشد اقتصادی خیلی پایینی داشته و یا استگینه شده سر جاش مونده و در خیلی وقتا داره به سمت پایین میاد و یه کلمه برای کسایی که این کلمه رو نشنیدن، کلمه زیرو سام به قول معروف، این کلمه خیلی کلمه مهمه. زیرو سام یعنی چی؟ زیرو سام یعنی که یک محیطی به طور خیلی ساده بخوام بگم، یک مجموعه، یک سیستمی که تغییر به سمت بالا نمیره. خب به قول من مجموع تغییرات صفره. خب سام زیرو سام یعنی مجموع صفر، مجموع تغییرات صفر. تو یک همچین جامعه ای به اینجا میخوام به این بحث روانی دقت کنین. خب وقتی که مجموع تغییرات صفره یعنی رشد اقتصادی وجود نداره، اولین چیزی که باید بهش دقت کنین که این چه معنی میده. این معنی میده که اگه یه نفر داره کلی پولدار میشه، به این معنی که یه تعداد زیادی آدم دارن فقیر میشن. خب چون مجموعش صفر، نمیشه که همه با هم همزمان برن بالا. خب و این به شکل سریع باید بهتون این ترجمه بشه به یک سری رفتارهای بد روانی تو اون جامعه. خب جامعه ای که پولدار شدن یک نفر رو مترادف مینه و فقیر شدن یه عده دیگه، این یهو یه چیز روانی منفی داره. خب راجع به صحبت میکنیم. خب خلاصه این چهار جور مثلا جامعه رو اینجا براتون به عنوان مثال گفتم که آشناشون راجع به چی صحبت میکنیم. و این عددا معمولا وقتی میگیم رشد اقتصادی مثلا خوب، مثلا حدود 5 تا 10 درصد داریم صحبت میکنیم در سال، که شاید عدد خیلی زیادی نباشه و تو دی تو دی احساسش نکنیم، ولی به طور کلی شما احساس میکنید. خب یه جامعه‌ای که رشد اقتصادی مثلا 10 درصد داره، آدما کم کم دارن میبینن به سمت خوشبختی دارن میرن، به سمت پولدار شدن دارن میرن و زمان به نفعشونه. در یه جامعه‌ای که منفی هست یا صفره، زمان به ضرر آدم هاست، دارن تو مرور زمان بدبختر میشن، قیمت همه چی داره میره بالا، درآمدشون به اون صورت نمیره بالا، به قول معروف سفره‌هاشون داره کوچیک‌تر میشه و یه فشار روانی داره رو تمام آدم های جامعه میاد. قسمت سایکالوجی رو بگم خیلی کوتاه میخوایم بحث رو بگم. قسمت روانی این، وقتی شما چند تا اتفاق میفته، وقتی شما از رشدتون صفره و به قول معروف این محیط زیرو سام هستین، وقتی یک نفر میبره تو ذهن بقیه این مترادف با باخت احتمالی خودشون. خب و این جامعه مثل جامعه ایران میشه که هر وقت مثلا یکی پولدار میشه اینو میگن او این دزدی کرده، از اینجا برده، وصل بوده به چیزی، چیز منفی بهش وصل. تا اینکه تو جامعه مثلا سیلیکون ولی وقتی کسی پولدار میشه، اولین چیزی که او این احتمالاً یه ایده خیلی خوبی داشته، یه پروداکت خیلی جالبی ساخته، یه حرکت کریتیوی کرده و این باعث نفعش به کل جامعه میره و این برای من خوبه. خب در حالی که تو جامعه ایران اینجوری میشه او این احتمالاً برای من به ضرره، اولین ریاکشن منفیه. خب و این باعث میشه جامعه کلا ریزنت در جامعه بره بالا. ریزنت حالا فکر کنم کلمه چش حسادت، نمیدونم چندین بار توی لایو استفاده کردن، کینه توزی میگه گوگل، چیز تنفر، خشم، رنجیدن، حسادت هم حالا یه جوری میگه. این جامعه به اون سمت میره. خب یعنی جامعه میشه که کاملا بدبینه و نسبت به بقیه، مخصوصا به کسایی نسبت به پولدارا همیشه جامعه بدبینی میشه. خب و نسبت به بیزنس ها جامعه بدبینی میشه و اعتماد به بیزنس ها میره پایین. وقتی که یک بیزنسی داره پولدار میشه و بزرگ میشه، طرف احساس که خب این جامعه اگه مجموع رشد صفره، پس این که داره میره بالا نتیجه این که یه سری باید ضرر کنم، یه سری شاید من باشم. خب و دائم این ذهن آدم ها نسبت به همدیگه منفی میکنه. اعتقاد به داینامیزم از بین میره، اعتقاد به این که جامعه که در حال تکون خوردن باشه و حرکت باشه یک چیز مثبتی از بین میره. خب چون طرف احساس میکنه که نکنه من تو این تکونایی که داره میخوره یکی میره بالا، یکی باید بیفته پایین و اون پایینی شاید من باشم. خب و این یک چیز منفی نسبت به داینامیزم. نسبت به کریتیویتی آدم‌ها منفی میشن، اینکه یک محصول جدیدی بیاد کسی کار ابتکاری بکنه، به این باور ندارن، چون احساس نمیکنن که این باعث میشه که کل جامعه بره بالا، احساس میکنن یه عده پولدار میشن و یه عده بدبخت میشن. و کلا این جامعه کم کم
منفیگرا میشه. خب منفیگرا میشه و جامعه ای من میگم قربزنی میشه. خب دائم میخواد از چیزا انتقاد کنه بدون اینکه راه حل بده، دائم میخواد حمله کنه به یه ده و دائم از پیشرفتای بقیه عصبانی میشه. خب به خصوص وقتی این استبیلیتی میشه، حالا تو بحث اینفلیشن داشتیم میکردیم، در قیمت ها بالا پایین های خیلی سریع میرن، تورم زیاد داریم و رشد پایین تورم بالا و رشد پایین داریم، این یک سورس بسیار زیادی از انگزایتی، از فشارهای روانی، از عصبی شدن میشه و این ترکیب میشه با اون منفی شدن یک جامعه کاملا مخرب رو تشکیل میده. خب از نظر روانی جامعه که به جایی که به ساختن دائم فکر کنه، این چیزی که من توی بحث‌های سیاسی همش گفتم، بحث ایران آزاد آباد، ما باید به اون سمت بریم که آزادی داشته باشیم و آباد کنیم، که این آبادی خیلی بحث مهمیه. خب به جایی که بهش این چیز نگاه کنه، دائم منفیه. خب دائم رشد رو در جهت منفی نگاه داره میکنه و به طور خاص این برای نسل جوان خیلی سمی هست، به خاطر که شما وقتی تو جوان هستین، چه میدونم توی 15 سالتونه 20 سالتونه، حالا مثلا بیشتر تو اون سنا، شما احتیاج دارین دائم در حال حرکت باشین، دائم داینامیزم ببینین و دائم تغییر ببینین. خب همچون که تو بدنتون، توی فکرتون داره تغییرات رو میخواد، تو دنیا اطراف ببینین و دنیا رو به سمت تغییر ببینین. اگر این ذهنیت تو اون سن براتون ایجاد نشه که این تغییر به سمت مثبته، یه چیز خیلی سمی و مخربیه برای شما. خب و شما رو خودتون میده به سمتای خیلی بد. این اتفاقی که تو این جامعه میفته. خب حالا وقتی که برعکس این، وقتی جامعه رشد بالا داشته باشه، مثل مثلا جامعه سیلیکون ولی، اعتقاد به بیزنس ها خیلی زیاد میشه. خب اعتقاد پیدا میکنن که بیزنس ها، یعنی آدم هایی که میان کنار هم و یه محصولی رو و یا سرویسی رو ارزون تر میکنن، با کیفیت بالاتر میکنن و در نهایت درسته که 4 نفر آدم وسط خیلی پولدار میشن، ولی سود این به کل جامعه میرسه. و اگر ما یه خبری میبینیم که آیفون مثلا 15 نمیدونم خیلی بهتر شده، چه میدونم لپتاپ فلان خیلی بهتر شده، GPU فلان خیلی بهتر شده، این در نهایت این سودش به منم خواهد رسید و من مثبت میشم راجع به این خبر. خب این جوامع خیلی بیزنس فرندلی تر میشن، به سمت راست سیاسی میرن، هرکی خیلی به طور سریع به خاطر که باور میکنم، من معتقدم به سمت راست میانه میرن. حالا بعضیا خیلی این بحث راست، مثلا حالا این راست افراطی هم انقدر این کلمش توی فرهنگ ایرانی به شکل احمقانه استفاده شده، اصلا فکر کنم بیشتر آدمایی که میگن راست افراطی نمیدونن راست و چپ چیه. راست افراطی بیشتر تو چیزی که من میگم که مثلا اعتقاد به تکس واقعا زیرو و اعتقاد به که گارمنت وجود نداشته باشه و حداقل از نظر اقتصادی، و راست میانه اینه که یه مثلا اوری یه چیز وسطی رو اونجا انتخاب کنه. خلاصه به سمت یه راست میانه طوری میرن به نظر من این جوامع، خیلی حداقل از نظر اقتصادی. و به این شکل بیزنس کلا کانسپت خوبیه. خب بیزنس کانسپت خوبیه، به نفع جامعه است، به نفع بچه‌هاست، به نفع جووناست، به نفع پیراست، به نفع اوریج، به نفع بالاست. و اینکه بیزنس ها رو حمایت کنیم یک فرهنگ میشه، یک عقیده میشه برای جامعه و اعتقاد به آزادی، چون انسان بیزنس ها موجودات کلا مثبتی هستند، اعتقاد این موجودات باید آزاد باشن تا کاری که میخوان انجام بده، هر چی بیشتر آزاد باشن بیشتر میتونن ولی ایجاد کنن و این هی جامعه رو بیشتر به سمت راست سیاسی حرکت میده. خب و چیزی که میخوام اینجا بهش دقت کنین اینه که این ماجرا خیلی فیدبک لوپ داره. خب یعنی که خیلی به قول معروف اینجوری که شما هرچی رشد بیشتر باشه، از اون طرف جامعه مثبت‌تر میشه نسبت به بیزنس‌ها، از اون طرف جامعه راستی‌تر میشه، از اون طرف هی باعث میشه که بیزنس‌های جدید بیان و این هی چرخه ادامه. هرچی برعکس هم باشه، هی جامعه به سمت اون چرخه بدبختی هیچ انتهایی نداره. خب این نکته خیلی مهمیه که تو این بحث چیز کنیم. و اون ورش هم هست از نظر سیاسی، وقتی که جامعه رشد منفی داره، مردم راجع بیزنس ها منفی میشن و میگن که بنفیتی نداره. و این نگاهی که مثلا تو ایران هست و حالا تو کشورهای مثلا کمونیستی و فلان، به بیزنس ها به چشم دشمنه مثلا جامعه نگاه میکنن و به آدم های پولدار به چشم دشمن جامعه نگاه. و این همیشه اگه نگاه کنین کشورهای کمونیستی سوسیالیستی، این جنگ رو تو ذهن آدم ها تلاش کردن به جایی که یه ده آدم پول دارن که آدم بدان و یه سری آدم فقیران که آدم خوب، ما باید اینا رو شکست بدیم، پولاشونو بدیم به اینا. و این مشکلی نگاه ساده و این نگاه از این نگاه
ندیدن مفهومی به نام رشد اقتصادی میاد. خب و هی جامعه بیشتر به سمت چپ میره و هرچی جامعه بیشتر به سمت چپ میره خب بیزنس ها بدتر میشن، رشد اقتصادی کمتر و کمتر میشه و در اون جامعه واقعا همچین طرز تفکر سمی شاید واقعا بهترین طرز تفکره، چون پولی وجود نداره که یه عده پولدار بشن یه عده فقیر باشن. همون پولی که وجود نداره رو شاید تقسیم فقر رو تقسیم کردن خیلی راه حل بهتری باشه تا چیز. و این به قول معروف خودش رو فید میکنه، یعنی با یه طرز فکر اشتباهی وارد میشیم و اون طرز فکر اشتباه در یه جا میشه بهترین حالت برای اون جامعه. خب و این سوال اینه که چجوری این چرخه رو بشکنیم